حالا نمیخوام جوری بگم که ماجرا و اتفاق داستان افشا بشه، هرچند خیلی هم داستان محور نیست، بیشتر چهار تا موقعیت خیلی خیلی مختصر کوتاهی که در هم ادغام شده برای اینکه فضا سازی کلی بکنه. یک معلم قرآن که در شهر قم زندگی میکنه و یه چند صفحه دو سه صفحه چند کادری باش همراهی میکنیم و کاملا برعکس شخصیت اول، موافق نظام هست، معتقد به همکاری، معتقد کاملا روایت رسمی حکومت رو قبول داره، قلبن قبولش داره. در این حال این رو به عنوان یه شخصیت منفی، به عنوان مزدور، به قولی که باب شده بود ساندیسخور، چنین چیزی نگاه نکنم، آدمی که واقعا عقایدی داره، بهش اعتقاد داره. یعنی سعی کردم که حتی اگر خودم چنین اعتقادی ندارم بتونم هم یک وجوه همدلانه‌ای پیدا کنم که شخصیت رو به نمایش بگذارم. ممکنه اعتقاداتی که ابراز میکنه رو من به هیچ وجه قبول نداشته باشم. از اینجا به بعد ماجرای این شهروند رو ادامه میدیم. دوربین کات میخوره، این شهروند رو ادامه میدیم که داره میره سمت خونش، تو راه با خودش فکر میکنه با اینکه چرا حتما باید توی انتخابات شرکت کنه و حتما باید جلوی توطئه دشمن رو بگیرن. وارد خونش میشه با زن و بچهش و تمام اون افکاری که اون رو پای صندوق رأی میاره که احتمالاً همراه با استمپ هاییست که آلوده است به ویروس.